چه زمانی لازمه برای سرماخوردگی به پزشک مراجعه کنیم؟ آیا هوای سرد علت سرماخوردگی است؟ چه مواردی کمک کننده به بهبوده؟ چه مواردی بهبودی رو به عقب میندازه؟ چه مواردی تأثیری نداره؟ چه شکلی از شر سرماخوردگی خلاص بشیم؟ من سید ارفان مجیدی تمام مطالب ارائه شده از منابع معتبر پزشکی گفته میشه که لینک این منابع در اختیار شما قرار خواهد سرماخوردگی یا کامان کولد عفونت قسمت فوقانی تنفسی به علت ویروسی است که با اینکه خطرناک نیست ولی میتونه کیفیت زندگی شما رو تا حد زیادی تحت تاثیر قرار بده بیشتر این خطر ابتلا به اون در کودکان زیر 6 ساله ولی افراد بالغ به طور متوسط سالی دو تا سه بار مبتلا به سرماخوردگی میشن که اصلا بین 7 تا 10 روز خوب میشن و علائم در افرادی که سیگاری هستند مدت بیشتری ادامه پیدا میکنه علائم سرماخوردگی را همه باش آشنا هستیم از آبریزش بینی و سوزش گلو و سرفه تا بدن درد و تب و خستگی مطمئنا همه تجربهش کردیم ولی با هر بار ابتلا به سرماخوردگی لازم نیست که به پزشک مراجعه کنید توجه داشته باشید که مصرف داروی سرماخوردگی تنها علایم بیمار رو کمتر میکنه و روند بهبودی توسط سیستم ایمنی شما رقم خواهد خورد و نکته جالب و مهم دیگه ای که اکثرا منجر به مصرف بیدلیل آنتی بیوتیک بدون مشاوره با پزشک میشه ترشح رنگی بینیه که به گفته مایا کلینیک نمیتونه دال بر وجود باکتری و مصرف آنتی بیوتیک باشه و تشخیص این موضوع با پزشکه مواردی که لازمه در زمان سرماخوردگی در صورت وجود به پزشک مراجعه کنید عبارت از تب بالای سی نیم درجه طبیعی که بیشتر از پنج روز طول بکشه و یا اینکه در بازه های بعد از کاهش دما دوباره دچار دو تب بشید تنگی نفس احساس صداهین تنفس سوزش گلو زیاد و یا سردرد شدید و درد سینوسی که مربوط به درد شبیه سردرد در جلوی سر و اطراف بینیه البته سایت مایو کلینیک نظرش بر اینه که همیشه برای بچه ها هم لازم نیست به پزشک مراجعه بشه ولی با این حال به خاطر سیستم ایمنی ضعیف در اطفال و تشخیص بیشتر با این علایم و از طرفی عوارضی که ممکنه ایجاد بشه توصیه بنده اینه که به پزشک مراجعه کنه به دنبال یک سرماخوردگی ساده میشه که بیماریایی مثل اوتیت مدیا، حمله آسینوزیت، عفونت‌های ثانویه مثل نومونی رخ بده که هر کدوم اینا میتونه خطرناک باشه. پایگاه مدیکال تو دی معتقده که سرما عامل اصلی سرماخوردگی نیست و همونطور که گفتیم این بیماری یک عفونت ویروسی است ولی این ویروس ها از جمله رینو وایروس که بیش از 50 درصد سرماخوردگی یا مربوط به اونه راحت تر میتونه در هوای سرد پخش بشه از طرفی در هوای سرد و خشک میزان ایمنی بدن ما کمتر میشه و تحقیقات عنوان میکنه که رشد ویروس ها در دمای زیر 37 درجه بسیار سریعتر خواهد بود که دمای بینی در شرایط سرد حدوداً 33 درجه است که به نظر محیط مناسبی برای رشد ویروسه نتیجتا تحقیقات کاهش رطوبت و دما رو در ابتلا به سرماخوردگی بسیار تحصیل گذار میبینه اما ویروس چه شکلی منتقل میشه؟ راه های ویروس به بدن از طریق دهان، بینی یا چشم شماست در حقیقت ویروس میتونه به صورت ذرات معلق در هوا باشه زمانی که فرد مبتلا صرفه میکنه یا وقتی که در حال صحبت کردنه حتی ممکنه بعد از تماس دست آلده شخص زمانی که حواستون نیست با تماس دست با چشم و دهان و بینی شما مبتلا بشید پس خواهشن در این موارد توجهتون رو جمع کنید که از وسایل مشترک استفاده نکنید یا دستتون را حتما بشوید چه کارهایی بهتره بکنیم و چه کارهایی رو بهتر نکنیم بیشتر از مایعات استفاده کنید مصرف مایعات از قبیل آب و آب میوه همچنین آب جوش بالیمو با لیمون کمک میکنه که حالت کمتری از احتقان یا کانجسشن را تجربه کنید از مصرف الکل و قهوه پرهیز کنید چون مدر هستند و آب بدنتون را از دست می دهید. توصیه دوم راحت ترین توصیه است. استراحت کنید. استراحت کردن به بدن ما فرصت میده که راحت تر قالبی ما این رو بکنه توصیه سوم را همه میدونیم قرقره آبنمک آب نمک توجه کنید برخلاف تصور عمومی که فکر میکنن هرچی شورتر باشه میکروب بیشتر از بمیرن باید بین یک چهارم تا یک دوم قاشق چای خوری نمک رو در دوانیم لیوان سسیسی آب گرم حل کنید و اگر شورتر از این باشه باعث آسیب به مخاط گلوی شما میشه و تاثیر بهتری نداره البته برای بچه های کوچکتر از 6 سال چون خیلی با غرغره کردن آشنا نیستن توصیه به مصرف کلدکندی یا آبنبات اوکالیپتوس میکنیم توصیه چهارم مصرف مایعات گرمه در فرهنگای متنوع از قبیل سوپ مرغ تا آب گوش تا آب سیب گرم یا چای گرم توصیه شده این مورد نیست به کاهش احتقان کمک میکنه توصیه پنجم برای کاهش درده برای کودکان زیر 6 سال از قطره استومینوفن بر اساس دستور پزشک استفاده میکنیم برای بچه های بزرگتر میتونیم از قرص استومینوفن و کودین استفاده کنیم در بزرگسالان استفاده از استومینوفن یا کودین و آسپرین تجویز میشه البته اگه تداخل دارویی دیگه ای نداشته باشه مصرف آسپرین در بچه ها به خاطر ارتباط با سندروم ری میتونه خطرساز باشه و با سلاتید پزشک باید تجویز بشه توصیه ششم افزایش رطوبت هوا به دلیلی که خدمتتو تو کردم کردن. ولی سعی کنید از دستگاه بخار سرد استفاده کنید چون بخارگر وقتی در هوای اتاق میاد به خاطر درجه پایینتر دوباره نشست میکنه ولی دستگاه بخار سرد با توجه به اینکه آب را تبدیل به ذرات معلق میکنه احتمال نشست خیلی کمتره و در آخر خوراکی هایی که خوردنشون بسیار موثره نظیر سیر آب نارگیل اصل، زنجبیل، لبنیات، غذای تون که منجر به کاهش احتقام و همچنین کاهش سرفه میشه ولی در وعده شب صرف و, و موز برای زمان سرماخوردگی توصیه میشه که پایگاه هلت لاین به اون اشاره کرده. و موردی که نباید انجام داد استفاده از آنتیبیوتیک برای سرماخوردگی ویروسیه که نه تنها سود نداره بلکه باعث میشه که مشکلاتی نظیر مقاومت آنتیبیوتیک رخ بده و در زمانی که تنها آنتیبیوتیک میتونه موثر باشه دیگه کاری از آنتیبیوتیک بر نیاد حتما در یک اپیزود مفصل به بحث آنتیبیوتیکا خواهیم رسید و مواردی که انجام دادن اونا سودی نداره شامل مصرف ویتامین سیه بنابر تحقیقات مصرف ویتامین C کمکی به پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی نخواهد کرد در عین حال مصرف اون قبل از شروع علایم باعث کوتاه شدن مدت علایم میشه همچنین مصرف اون در فصل سرد از ابتلای مجدد جلوگیری میکنه از سال 1984 صحبت هایی از کوتاه شدن دوره بیماری با مصرف روی یا زینک به میان اومد که هنوز پژوهش انجام شده نظر یکسانی ندارند و به خاطر عوارض احتمالی حتما با پزشک مطرح کنید در کل امیدوارم که با شروع فصل سرد سال دوچار سرم خوردگی نشید یا اگر شدید زود خوب بشید ارادت شما خدا نگهدار